نام خدا دوپینگ گیتی عباس یزدان پناه هستم و با یه درس کوتاه در مورد ابزار و کنترل نسخه گیت در خدمت شما هستم اگه فهرست مطالب این مجموعه رو بخوام خدمت شما ارائه کنم اولش ذره در مورد خودم حرف میزنم بعد سابقه این درسی که الان به این شکل داره خدمتتون ارائه میشه رو میگم بعدش خیلی کوتاه نصب و راه اندزی گیت رو میگیم مفاهیم اولیه گیت رو میگیم یک من یک ریپوزیتوری محلی میسازیم بعدش میریم یه چیزی رو اد میکنیم و کامیت میکنیم بعد اون رو ادیت میکنیم و کامیت میکنیم تاریخچه تغییراتمون رو میبینیم و بعدش در مورد اینکه سرور گیت چی هست صحبت میکنیم گرفتن اطلاعات از یک سرور رو میبینیم بعدش هم فرستادن تغییراتی که ما دادیم به اون سرور در مورد برنچینگ و شاخه ها حرف میزنیم و بعدش هم به روزرسانی و ادغام رو میگیم که چجوری تغییراتی که جدید روی سرور توسط دیگران ارائه شده رو بگیریم و برچسب ها و برگرداندن تغییرات آخرین مباحثی هست که توی این درس خدمت شما ارائه میشه من یه یادگیرنده دائمم هم. یعنی همیشه دوست دارم چیزای جدید یاد بگیرم و همیشه هم دوست دارم تجربه کنم دوست داشتم معلم بشم و به دیگران کمک کنم پس الان اینجا هستم و دارم این درس رو پر میکنم این درس قرار بود که ابتدا برای فرادرس باشه و به صورت یه درس خیلی مفصل مدون توی اونجا ارائه بشه اما هیچ وقت فرصت اون ارائه پیش نیامد پس من تصمیم گرفتم که این درس رو کوچیک کنم و در یک قالب خیلی کم هزینه تری برای خودم تولیدش کنم قسمت اول اون درس اصلی که خیلی مفصل بود روی یوتیوب هست و پیشنهاد میکنم که برید ببینید چون من خیلی از اون مقدمات رو اینجا نمیگم و ممکنه اونا به دردتون بخوره میریم سراغ نصب و راه اندازی نصب و راه اندازی گیت خیلی سرراسته اگه ما مک یا ویندوز داریم میریم به سایت گیت -e scm.com و اه, چیز رو دانلود میکنیم نسخه گیت رو دانلود میکنیم و نصب میکنیم توی لینوکس هم که پکیج منیجر اپت یا دی یا هر ابزار پکیج منیجینگ دیگه ای که داریم میزنیم که پکیج گیت رو نصب کنه نکته اساسی اینه که من در کل این درس فرضم بر اینه که یا توی ترمینال یا توی گیت بش داریم دستورات رو اجرا میکنیم و هیچ واسطه کاربری رو مورد استفاده قرار نمیدیم پس حواستون باشه یا ترمینال داریم یا گیت بش داریم حالا گیت چیه؟ توی اون مقدمه کامل توضیح دادم که گیت چیه اما کلا یک ساختار درختی تغییراته یعنی ما در یه نسخه یه فایل به وجود میاد کل فایل به وجود اومدنش یک تغییره در نسخه بعد یک خطش عوض میشه در کامیت بعد خب همون یک خط فقط ذخیره میشه یک گراف جهت داره که میتونه شاخه های متفاوتی داشته باشه شاخه ها به هم برسن و باز بشن فقط تغییر گفتم فقط تغییرات ذخیره میشه و به هر نقطه از این تغییرات هم یک کامیت گفته میشه یه چیز مهم دیگه ای که باید بدونیم و ازش اطلاع داشته باشیم اینه که منبع محلی ما همیشه سه تا درخت داره سه تا دایرکتوری داره ساختار درختی داره یه دونه ورکینگ دایرکتوریه که کل فایل های پروژه توی اونجا قرار گرفته یه درخت دیگه به نام ایندکس یا استیج وجود داره که قبل از کامیت شدن تغییرات به اون برده میشن و یه درخت دیگه به نام هد وجود داره که آخرین نسخه کامیت شده یه کدمون توش قرار گرفته و ترتیب اینجوریه که از ورکینگ دایرکتوری میره توی استیج یا ایندکس و از استیج یا ایندکس کامیت میشه و میره توی تاریخچه‌مون رسیدیم به بخشی که من کوتاه یه دستور گیت رو خدمت شما ارائه میدم و بعدش میریم یه کار عملی میکنیم ساختن یک مدل منبع یعنی ما میخوایم یه منبع یه ریپوزیتوری خالی بسازیم واردش بشیم و ازش استفاده کنیم معمولت میزنیم گیت اینیت ریپونیم که به اون اسم یک منبع گیت برامون میسازه و حالا وقت ساختن یک منبع است. میریم سراغ یک مثال عملی از این دستور الان من ترمینالم رو باز کردم و توی ترمینالم میخوام تایپ کنم که یه دونه ریپوزیتوری جدید گیت بسازم میزنم گیت اینیت که اسمی که اینجا من بهش میدم کرش هست همینطوری که میبینید پیغام میدی که یه دونه گیت ریپوزیتوری جدید توی کرش ساخته شد من واردش میشم و لیست میگیرم خالیه و معمولا توی فولدرش یه دونه فولدر مخفی به نام دات گیت ساخته میشه خب برمیگردیم به اسلایدا مبحث بعدی که مطرح میشه و ما در موردش حرف میزنیم اینه که یه فایل رو اضافه کنیم و کامیت کنیم راه حلش ساده است یه فایل جدید میسازیم فایل رو کامیت میکنیم و بعد از اینکه کامیت کردیم باید توجه کنیم که هر کامیتمون یه دونه پیغام داره و دستوراتشون عملا این دستوراته از ادیتور مورد علاقتون استفاده کنید و یه فایل جدید بسازید. میتونید اون فایل رو از توی اکسپلورر توی این فولدر کپی کنید. من هم یه فایل اینجا میسازم و توش به عنوان readme.md readme.md و توش مینویسم که this is readme. git crash course و this is readme و از بروزر هم خارج میشه یه دستوری داریم به نام گیت استاتوس که به ما نشون میده که یه سری فایل تغییر ترک نشده داریم با استفاده از گیت اد فایل ریدمی رو اد میکنم و با استفاده از گیت کامیت داش ام با یه پیغامی که readme added مثلا فایل ریدمی رو اضافه میکنه حالا یه فایل دیگه میسازم مثلا فایل a.txt توی این فایل هم مینویسم this is another file که یه فایل جدید باشه با گیت استاتوس دوباره میبینم که اون فایل آنترکته و عدش میکنم به ایندکس یا استیجم و با گیت کامیت -m ام اون رو کامیت اه... میکنم این هم ساختن و اضافه کردن یک فایل بود دو تا مثال از ساختن و اضافه کردن یک فایل بود خب برگردیم به اسلایت ها مورد بعدی که گفته میشه تغییر دادن یک فایل و کامیت اول فایل رو تغییر میدیم فایل تغییر یافته رو به همون مدل قبل کامیت میکنیم که git add file name و git commit -m file name بریم و در عمل این تغییر دادن رو هم ببینیم اینجا ما دو تا فایل ریدمی و آدا تکست داریم آدا رو اضافه میکنیم و یه خطون زیر اضافه میکنیم This is another line اون رو ذخیره میکنیم و خارج میشیم با گیت استاتوس به ما میگه که یه فایل تغییری یافته داریم با گیت اد اون فایل تغییری یافته رو اضافه میکنیم و با دی گیت کامیت اون تغییر رو کامیت میکنیم و گیت استاتوس میگیریم و نشون میده که دیگه تغییری برای این کار وجود نداره برمیگردیم به اسلاید ها مبحث بعدی که در موردش حرف میزنیم دیدن تاریخش است تا اینجا ما دوتا کامیت کردیم و میخوایم اونها رو ببینیم ببینیم که چجوری تغییر کردن از دستور گیتلاگ استفاده میکنیم با دستور گیتلاگ میتونیم حتی نویسنده تغییرات رو هم فیلتر کنیم یا یعنی اینکه میتونیم بگیم که همه تغییرات رو توی یک خط نشون بده و کلی حالت دیگه داره که مثلا به صورت رنگی نشون بده چجوری نشون بده و حالتهای مختلف داره که پیشنهاد میکنم که گیت لاگ هل برید و ببینید که چه کارهایی میتونید با این کار بکنید دوباره وقت کار عملی رسیده وقت کار عملیه با زدن گیتلاگ میتونیم هیستوری تغییرات رو ببینیم تا الان ما دوتا کامیت کرده بودیم و این دوتا کامیت با توضیحاتش با تاریخش با کامیت های دیش که یه شا 256 ه یه رشته شا 256 یونیکه میتونیم اینجا ببینیم همچنین تونیم اون رو به صورت یک خطی نمایش بدیم و بنویسیم git پرتی like dash dash pretty one line اونم اشتباه نوشتم میتونیم اون رو به صورت یک خطی نمایش بدیم که بنویسیم git log like dash dash pretty one line و تمام تغییرات رو به صورت یک خطی بهمون نمایش میده شامل شابان آیدی و اون توضیحاتی که ما توی کامیت مسیجمون نوشتیم خب برگردیم به اسلایدا مبحث بعدی که ارائه میشه سرور گیت. تا حالا هر کاری کردیم به صورت لوکال و روی کامپیوتر شخصیمون بود الان یه مفهومی داریم به نام سرور گیت گیت سرور خیلی تفاوتی با اون کاری که ما در لوکال میکردیم نداشته چرا چون گیت یه سیستم کنترل نسخه توضیح شده است سرور یه ریپوزیتوری قراردادیه که ما اون رو به عنوان منبع درستی در نظر میگیریم و اون رو قبول میکنیم سرورهای زیادی برای گیت وجود دارند گیت لب گیت هاب گریت و هزاران چیز دیگه تی اف مایکروسافت و چیزهای دیگه که توی اون فایل مقدمه من توضیحاتی در موردشون دادم اما اینجا ما همه یه مثال هامون رو بر اساس گیت هاب میزنیم که یک شبکه اجتماعی برای برنامه نویسان برای یه به اشتراک گذاشتن کد های متن بازه برای اینکه ما بتونیم یه منبعی رو از یه سروری بگیریم ابتدا باید آدرس سرور رو داشته باشیم با یکی از این دستورات میتونیم اون منبع رو کلون کنیم داشت داشته باشیمش یه کپیش رو بیاریم روی کامپیوتر شخصیمون خب که اینجا من ریپوزیتوری پر پرزنتیشن های همین درس رو کلون میکنم روی کامپیوتر میارم وقت کار عملیه بازم میریم سراغ ترمینال از فولدری که بودم خارج میشم و با دستور گیت کلون https githubcom یزدان presentations یه پرزنتیشن جدید مجموعه پرزنتیشن هم که پرزنتیشن ها این درسن توش رو کلون میکنم و میارم روی کامپیوترم باید یه مقدار صبر کنیم الان هم اینترنت اصلا اوضاش خوب نیست که این پرزنتیشن ها کلون بشه LS که بگیرم میبینید شاخه پریزنتیشنز ساخته شده و تمام فایل های مربوط به اون توی این فولدر وجود داره پس ما تونستیم یه دونه ریپوزیتوری ریموت رو یعنی روی سرور رو کلون کنیم و ازش استفاده کنیم برگردیم به ها ما یه وقتا یه رو تغییر میدیم و میخوایم حالا تغییراتمون رو دوباره برگردونیم به سرور. اول با همون روندی که توضیح داده شد، یه فایل رو تغییر میدیم، تغییرات کجا گفتیم. اول با همون روندی که گفته شد، یه فایل رو تغییر میدیم و اون رو کامیت میکنیم و پوشش میکنیم. اگه هم که سرور ما وجود نداره، یعنی اینکه اون ریپازیتوریمون لوکاله و تازه میخوایم ادش کنیم، میتونیم با git remote add یه سرور جدید رو اضافه کنیم. میتونیم به یه ریپازیتوری محلیمون چندین تا سرور ریموت داشته باشیم یعنی میتونیم به چند تا سرور وصلشیم در آن واحد و ازشون اطلاعات بگیریم یا بهشون اطلاعات بفرستیم خب بازم وقت دیدن این تغییرات در عمله مثلا الان من فایل readme.rst رو تغییر میدم و اون رو اد میکنم و میخوام تغییرات رو پوش کنم گیت اد میزنم کامیت dash m و در نهایت گیت پوش میزنم master رو ببخشید گیت پوش میزنم اوریجین میکنم و تغییرات من به روی سرور گیت اعمال میشه توی گیت ها برگردیم به اسلاید مبحث بعدی که در موردش حرف میزنیم شاخه هاست شاخه ها یا برنچ ها به ما کمک میکنند که بتونیم چند تا کار رو به صورت موازی پیش ببریم معمولا شاخه ها رو برای هر ویژگی جدید درست میکنن و ازش استفاده میکنند شاخه ها اشاره گرهایی هستند که به یک کامیت توی تاریخچه داریم پس شاخه ها خیلی کم هزینه و تو دل برو هستن معمولا میگن که به هر تعدادی که دلتون میخواد شاخه بسازید برای ساختن یک شاخه جدید میگیم گیت چکاوت دش بی و اسم اون فیچر رو میسازیم از شاخه فعلیمون یه, یه برنج جدید به عنوان فیچر X ساخته میشه برای برگشتن به شاخه اصلیمون از گیت چکات Master استفاده میکنیم یعنی برمیگردیم به شاخه قبلی برای اینکه یه شاخه رو حذف کنیم میگیم گیت برنچ داش X فیچر ایکس که اون ویژگی رو حذف میکنه و حالا اگه بخوایم اون فیچر رو اون شاخه رو که لوکال ساختیم به فرستیم روی سرور میگیم که گیت پوش اوریجین برنچ پس حالا بریم که همه اینا رو در عمل هم ببینیم خب میم الان یه برنچ جدید اینجا بسازیم میزنیم گیت چکاوت دش بی تست فیچر من تی رو فراموش کرده بودم. الان تست فیچر ساخته شده برای اینکه ببینیم در چه برنچی هستیم باز از گیت استاتوس استفاده میکنیم اون ابتدا به ما گفته که توی تستاتوس هستیم و هیچی هم برای کامیت کردن وجود نداره خب حالا یه تغییری رو اینجا میدیم و اون رو کامیت میکنیم باز هم میریم سراغ ریتمی و مثلا میگیم که تست استاتوس اضافه شده و از ادیتورمون خارج میشیم گیت استاتوس رو که بزنیم به ما میگه که یه فایل تغییر یافته داریم ادش میکنیم کامیت میکنیم و حالا نوبت به اون میرسه که این تغییرات رو پوش کنیم میگیم گیت پوش اوریجین و اسم فیچرمون اسم برنچمون تست فیچر با این اتفاقی برنچ جدید توی سرور ساخته میشه و این تغییرات به اونجا فرستاده میشه خب حالا باز میایم روی مستر و برنچ تست فیچر رو پاک میکنیم و برنج پاک شد الان برنج روی مستر هست روی سرور هست ولی اینجا نیست و با گیت فچ میتونیم آخرین تغییرات رو بگیریم خب برگردیم به اسلایدا مبحث بعدی به روز رسانی و ادغام یه وقتایی دیگران هم روی این گیت ریپوزیتوری کار میکنن و اونا آپدیت میکنن ما میخوایم آخرین تغییرات اونا رو بگیریم با استفاده از گیت پول آخرین تغییرات رو از سرور میگیریم و معمولا میخوایم که آخرین تغییرات اونا با تغییرات ما مرج بشه و با گیت تغییرات اونها رو روی تغییرات خودمون مرج میکنیم ممکنه تو این اتفاق دو نفر یک جای کد رو تغییر داده باشن در صورتی که دو تا فایل مجزا یا دو تا جای مجزا از یک فایل رو تغییر داده باشن معمولا تغییرات با هم به تداخل نمیخوره اما معمولا اگر یک جای یک فایل رو دو نفر تغییر داده باشن کانفلیکت یا تداخل خواهیم داشت که باید دستی کد رو بررسی کنیم و مسئله رو حل کنیم خب بریم یه دونه پول و یه دونه رو در عمل ببین. برای گرفتن تایپ میکنیم گیت پول و آخرین نسخه سرور برامون میاد همینطور که میبینید من تغییراتی ندارم به همین خاطر این already up to date بمیده اما من میخوام که تغییراتی که روی اون برنچ تست فیچر داشتم رو توی این, وی... این برنچ که همون برنچ مستر هست هم داشته باشم پس میزنم گیت Merge Origin Test Feature که این باعث میشه که که این باعث میشه که آخرین تغییرات از توی برنچ تست فیچر به اینجا تغییر داده باشه و اگه یادتون بیاد ما توی ردمی تست استاتوس رو اضافه کرده بودیم که اینجا تست استاتوس رو داریم برگردیم به سلاید مبحث بعدی مبحث برچسب هاست. یه وقتایی پیش میاد که ما کارمون رو میخوایم ریلیز بدیم میخوایم بدیم به یکی دیگه یا به یه دلیلی میخوایم این نقطه از هیستوریمون رو به یه اسم خاص صدا بزنیم که از تگ ها یا همون برچسب ها استفاده میکنیم ما میتونیم برچسب رو اینجوری بزنیم که گیت تگ نام تگ و اون کامیت آیدی میتونیم حتی بدون کامیت هم این رو بزنیم میشه همین نقطه ای که الان هستیم و برای دیدن تگ ها میگیم از گیت تگ استفاده میکنیم بریم در عمل این دستور رو هم ببینیم اول گیت تگ رو میزنیم و میبینیم که هیچ تگی اینجا وجود نداره گیت تگ مثلا ورژن یک میزنیم و یه تگ برای ما اضافه میکنه همینطور که میبینید این تگ اینجا وجود داره و یه چیز کاملا قرار دادیه و ما بعد از این هر وقت لازم داشتیم که بدونیم ورژن یک رو از کجای این کد از کجای این تاریخ چه دادیم با استفاده از این تگ به راحتی آب خوردن تگمون رو پیدا میکنیم تگ ها رو هم میشه پوش کرد با دستور پوش گیت پوش اش تگز باعث میشه که تگ های ما به سرورمون پوش بشن همینطور که میبینید تگا رو هم پوش کرد برامون روی برگردیم به سلاید ها آخرین مبحثی که توی این درس خدمتتون ارائه میدم برگرداندن تغییراته یه وقتی پیش میاد که ما یه فایلی رو تغییر دادیم و میخوایم اون فایل رو تغییراتش رو حذف کنیم یا نه یه کامیت کردیم و اون کامیت اشتباهه و میخوایم کامیت اشتباهمون رو برگردونیم استفاده می... کاری که میکنیم برای فایل اینه که گیت چکات دش دش و اسم اون فایل رو میزنیم و برای اینکه آخرین برگردیم به آخرین وضعیت برنچ روی سرورمون با, با گیت ریست دش هارد مستر برمیگردیم به آخرین وضعیت مسترمون روی سرور فقط نکته ای که باید اینجا در نظر بگیرید توی حالتی که فایل رو عوض می کنید اگه ما با گیت اد فایلمون رو اد کرده باشیم به ایندکس ریست این نو ریست کردن و برگردوندن تغییرات روش تأثیری نداره بریم در عمل این رو هم ببینیم بریم یه فایل رو اول تغییر بدیم من فایل ریدمی رو دوباره انتخاب میکنم و یه تغییری میدم و الان اگه گیت استاتوس بزنم میبینم که میگه این مودیفاید. خب پس اول استف... از چکاوت استفاده میکنم برای برگردوندن تغییرات این ریدمی و دوباره که گیت استاتوس بزنم میبینیم که چیزی برای تغییر وجود نداره و عملا تغییرات این فایل را از بین برده حالا فرض میکنیم که من یه تغییری میدم و اون رو کامیت میکنم اشتباها از کنید چند تا خط اضافه میکنم و این رو کامیت میکنم اول باید اد کردم، فراموش کردم بعد کامیت میکنم و حالا به این نتیجه میرسم که ای بابا این کامیت کامیت خوبی نبود باید این رو پاک کنم کاری که میکنم اینه که میزنم گیت ریست اوریجین که همون سرورمون باشه مستر کاری که این کار برامون میکنه اینه که این تغییرات رو برامون هست میکنه یعنی اگر الان گیت استاتوس بزنم باز یه فایل تغییر یافته گیت رید میدارم ولی برنچم روی مستره و چیزی از مستر جلو نیست حالا اگه بخوام تغییرات این فایل رو هست کنم با اون مدل چک آوت تغییرات این فایل رو هم حذف میکنم برگردیم به اسلایدا با, ددی... با دیدن این تغییر آخر به انتهای این درس کوتاهمون میرسیم اگه بخوام جنبندی کنم ما خیلی خلاصه و خیلی کوتاه دستورات اولیه و پایه یک گیت رو بررسی کردیم به صورت محلی این کارا رو انجام دادیم و با سرور هم کار کردیم سعی کردیم شاخه بسازیم و حذف کنیم تک ساختیم و حذف کردیم امیدوارم که این درس کوتاه به دردتون خورده باشه و ازش استفاده کرده باشید حتما فیدبک هاتون رو به من بدید بازخورد های شما به من کمک میکنه که بدونم این کار رو به خوبی انجام دادم یا نه و از اینکه وقت گذاشتید و این درس رو گوش دادید و منو همراهی کردید خیلی متشکرم خدا نگهدار